در آغاز سرخط مهمترین خبرها. دیدار و گفتگوی سفیر افغانستان در ابوظبی با رئیس امارات متحده عربی بدرالدین حقانی خواهان انتقال زندانیان افغان از امارات به کشور شد. دغه ناسته کې محترم حقانی صاحب د امارات او د دولت رئیس په اماراتو کې د افغان بندیانو در انتقال متحده عربی اماراتو ته د تلونکو افغانانو د ویزو په چارو کې د زیادت او تسهیل و بازگشایی شاهراه سالنگ پس از 7 ساعت بسته بودن برای ترافیک وزارت فواید عامه از رانندگان خواست هنگام عبور از سالنگ جانب احتیاط را رعایت کنند. فعلا تردد از مسیر فرعی این شاهراه برای وسایط مسافربری خرد و بزرگ دو طرفه باز است. هموطنان عزیز ما می توانند از این مسیر رفت آمد نمایند. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت شما بخیر. بیننده های عزیز، توجه نمایید به خبرهای این ساعت از تلویزیون تمدن. و حال هم مشروع خبرها. مولوی بدرالدین حقانی سفیر افغانستان در ابوظبی با شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی دیدار کرد. وزارت فواید عامه، وزارت خارجه با نشر خبرنامه گفته در این دیدار روی مسائل جاری افغانستان، انتقال زندانیان افغان از امارات به کشور، تسهیل صدور ویزا برای افغانها و حل مشکلات افغانهای مقیم این کشور گفتگو شده است. همزمان آگاهان نقش امارات متحده عربی را در بهبود روابط کابل با جهان مهم دانسته میگویند ابوظبی میتواند افغانستان را با جهان وصل کند. مولوی بدرالدین حقانی سفیر افغانستان در ابوظبی که اخیراً اعتبارنامه‌اش را به رئیس دولت امارات متحده عربی سپرده بود با شیخ محمد بن زاید آل نهیان دیدار کرد. دیداری که در آن روی موضوعات مختلف از جمله وضعیت جاری افغانستان، فرصت‌های به میان آمده در این کشور، مسائل امنیتی، اقتصادی، تسهیل روند انتقال زندانیان افغان از امارات متحده عربی به افغانستان و سایر مسائل بحث و تبادل نظر شده. رئیس امارات متحده عربی در این دیدار وعده داده که در این زمینه ها با حکومت سرپرست افغانستان همکاری میکند. دواری لورو پناسته که در افغانستان پر امنیتی وضعیت، در افغانستان پر اقتصادی وضعیت، پر افغانستان که در منتصه و پرستون و پتلاو بندی خبری اتری کلیدی. هم دغر از پدغه ناسته که محترم حقانی صاحب در امارات و در دولت رئیس په اماراتو که در افغان بندیانو در انتقال متحده عربی اماراتو ته د تلونکو افغانانو د ویزو په چارو کې د زیادت او تسهیل، او دغه راز په اماراتو کې د میشتو افغانانو د ځینو ستونزو په تړاو یادونې ترسره کړې دي. آگاهان سیاسی نیز معتقدند که ابوظبی با غرب و شرق رابط خوبی دارد و می تواند نقش مهم در رابط افغانستان با جهان ایفا نماید. امارات متحده عرب هم با کشورهای غربی روابط بسیار نزدیک دارد، هم با شرقی ها روابط خوب داره. بنان ابوظبی میتاند که افغان ها را با جهان وصل کند و در امور اقتصادی سیاسی ما را کمک بکند. در 3 سال گذشته اکثر کشورهای عربی و اسلامی با کابل روابط دیپلماتیک برقرار کردند. آگاهان سیاسی میگویند برقراری روابط افغانستان با کشورهای اسلامی و عربی از جهتهای مختلف دارای اهمیت می باشد، به ویژه در زمینه های فرهنگی، تجاری، جذب سرمایه گذاری و جلب کمک های بشری. ایجاد روابط افغانستان با کشورهای اسلامی از چند جهت بر افغانستان اهمیت دارد. اول به لحاظ فرهنگی، افغانستان به لحاظ فرهنگی در تعاملات گسترده با کشورهای اسلامی هستند. برای تحصیل با اونجا میرن، برای مبادله آثار مطبوعاتی و آثار کتبی با اونجا سفر میکنن و مسائل سیاحتی و تفریحی بیشتر با اونها دارن، زیارت و اینا وجود دارن. پس از لحاظ فرهنگی بر افغانستان دارای اهمیت است. مسئله دومش مسئله تجاری است. افغانستان به لحاظ نوع جنس بازار نسبتاً مناسبی در کشورهای اسلامی میتونه داشته باشد. آگاهان همچنان گفتند امارات یک از کشورهای ثروتمند عربی است و گرمی رابط میان کابل و ابوظبی میتواند زمینه را برای جلب مساعدت‌های این کشور به افغانستان فراهم کند.
روند تطبیق کارزار واکسن فلج کودکان این بار به صورت مسجد به مسجد در ولایت هرات آغاز شد. قرار است در این دور حدود 700 هزار کودک در سراسر هرات واکسن پولیو دریافت کنند. مسئولان صحی در هرات میگویند تا این 4 سال اخیر هیچ گونه موارد مثبت پولیو در این ولایت به ثبت نرسیده، اما خطر آن میان بیجا شدگان و مهاجران بازگشته به کشور بالاست. مسئولان محلی هرات از مردم میخواهند با تیم های صحی در تطبیق این کارزار همکاری نمایند. آغاز کارزار واکسیناسیون پولیو در هرات. این بار هدف واکسیناسیون حدود 700 هزار کودک در شهرها و ولسوالی های این ولایت است. اقدامی که پیش از فرارسیدن سرمای شدید زمستان روی دست گرفته شده و تمرکز تمامی مناطق هرات است. 758 هزار طفل زیر 5 سال توسط 2250 تیم جوری، یعنی خانم و آقایی که با هم محرم شری هستند، در مساجدی که تهیه شده و وعده که از طرف ادارات محترم داده شده و خوشبختانه استفتایی که ما از طرف دارالعلوم عالی هرات ارکمایی کردیم، انشاءالله امیدواری هست. برخلاف دوره های پیشین، این بار طرح مسجد به مسجد برای واکسیناسیون در نظر گرفته شده. آگاهان تأکید میکنند که اجرای موفق این برنامه به تلاش و مشارکت همگانی نیاز دارد. موضوعی که در اینجا شهر هرات مردم نیز آن را مهم می‌دانند. و اطفال عزیز و مادرای عزیز ما کوشش کنند که اطفال خود با اسرع وقت و زمان واکسین نمایند. چون به خاطر چی؟ به خاطر اینکه یک قطره واکسن خیلی یک موضوع مهم است. جلوگیری از فلج اطفال میکنه و جلوگیری از این میکنه که اطفال با آینده متضرر نباشه. که فلج شوی بسیار سخت است. این ضروری که واکسن شوان که برای مردم بسیار سوانی است. علی ما با دکتر میایم این تیپ فلج باشه با چی کنم. هرچند تا کنون مورد مثبتی از پولیو در هرات ثبت نشده، اما خطر این بیماری در میان مهاجران بازگشته و بیجا شدگان داخلی بالا است. مسئولان حکومتی ضمن تأکید بر تطبیق این کارزار، عدم همکاری با واکسیناتوران را ضرر برای جامعه می دانند. هرات محلی در پتول توان و می کوشش که چه هرات چول و ولسوالی و اطرافی سیمتا در واکسین قطری و چادسکی ورسیجه. پولیو همچنان یکی از تهدیدهای جدی برای افغانستان است. برغم گزارش های متعدد از ثبت چندین مورد مثبت این بیماری در هفته های اخیر، وزارت صحت عامه ما میگوید هیچ مورد مثبت پولیو به ثبت نرسیده و تلاش ها برای محو کامل آن جریان دارد. و در ادامه بیننده چند خبر کوتاه باشید. علیرضا بگدیلی سفیر جدید ایران در افغانستان برای آغاز مأموریتش امروز شنبه وارد کابل شد. او در بدو ورود به کابل گفته مهمترین اولویتی که برای مأموریت‌های ایران در افغانستان از جمله در سفارت این کشور در کابل تعریف شده، گسترش روابط همسایگی با افغانستان با اتکا به مشترکات دو کشور است. آقای بگدیلی گفته تلاش خواهد کرد با همکاری مقام‌های رسمی روابط دو کشور را ارتقا دهد. پیشتر امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه گفته بود آماده است با سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران روی گسترش روابط دو جانبه کار نماید. وزارت انرژی و آب از احتمال سرازیر شدن سیلاب و ازدیاد آب در برخی از حوزه های دریایی کشور خبر داد. این وزارت گفته از فردا یکشنبه تا روز سه شنبه احتمال بارندگی همراه با سیلاب در حوزه های دریایی شمال و 5 آمو وجود دارد. در این حال ریاست هواشناسی نیز از احتمال بارندگی و جاری شدن سیلاب در 8 ولایت کشور خبر داده. این در حالی است که از ولایت بدخشان گزارش شده که 3 کودک در نتیجه برفباری و سردی هوا در این ولایت جان باختند. برنامه جهانی غذا اعلام کرد امسال به 10.5 میلیون نفر در افغانستان مواد غذایی و پول نقد توزیع کرده است. این برنامه امروز شنبه اعلام کرده که این کمک ها به هدف تأمین تغذیه سالم برای کودکان، تقویت اقتصاد محلی و توانمندسازی جامعه انجام شده است. به گفته برنامه جهانی غذا، کمک های ارائه شده با حمایت مالی سویدن و آلمان انجام شده است.
آژانس پناهندگان سازمان ملل با نشر گزارش اعلام کرد که در حال حاضر 3.5 میلیون مهاجر افغان در پاکستان به سر می‌برند که دست کم 600 هزار آن فاقد مدرک اقامت هستند. همزمان مهاجران افغان در پاکستان وضعیت در این کشور را نگران کننده توصیف کرده و نسبت به ادامه این وضعیت هشدار دادند. برخی آگاهان هم تاکید می‌کنند که حکومت با همکاری سازمان ملل باید زمینه داوطلبانه مهاجران افغان و کشور را فراهم سازد. سبیح‌الله شریفی گزارش می‌دهد. نشر آمار تازه مهاجران افغان در پاکستان. آژانس پناهندگان سازمان ملل در گزارش اعلام کرده که از میان 3.5 میلیون مهاجر افغان در پاکستان 1.400 هزار نفر دارای کارت اقامت POR، 800 هزار نفر دارای کارت ACC و 600 هزار دیگر فاقد مدرک اقامت هستند. همزمان با نشر این گزارش شکایت‌های نیز از اعمال فشار علیه مهاجرین همچنان به گوش می‌رسد. از اخراج اجباری تا رفتار نامناسب پلیس با مهاجرین فاقد مدرک که در برخی موارد با حالت کب امرا بوده است. وضعیت پناهجویان افغان در پاکستان نگران کننده است. به تازگی حکومت پاکستان اعلام کرده که پس از این هیچ یک از پناهجویان افغان در شهر اسلام آباد بدون اجازه پلیس زندگی کرده نمیتوند. بر اساس گزارش رسانه ها به دنبال اعتراضات اخیر در پاکستان بیش از 100 مهاجر افغان نیز از سوی پلیس بازداشت شدند. همزمان با این روند اخراج مهاجرین از پاکستان نیز ادامه دارد. با این حال برخی آگاهان میگویند حکومت با همکاری سازمان ملل باید زمینه برگشت داوطلبانه مهاجرین افغان را به کشور فراهم کند، از جمله فراهم کردن زمینه کار و ایجاد سرپناه. راه حل اساسیش برگشت داوطلبانه به افغانستان است که او مستلزم دو چیز است که دولت باید فراهم بکنه. اولین کاری که دولت باید فراهم بکنه زمینه اشتغال برای از اونها است. الان کسایی که در اواخر در پاکستان رفتن و ایران رفتن و بعضی کشورهای دیگه عمدتاً به خاطر بیکاری رفتن. و موضوع دومی که دولت باید توجه کنه برای برگشت داوطلبانه مهاجرین بحث سرپناه است. مهاجرت به یک چالش جهانی تبدیل شده که شماری از کشورها با این پدیده دست و پنجه نرم میکنند، از کشورهای در حال توسعه گرفته تا کشورهای صنعتی و مهاجر پذیر. علی‌رغم این چالش ها مهاجرین و پناهجویان از حقوق نیز برخوردارند که در اسناد و کنوانسیون های بین المللی ذکر و کشورها را ملزم به رعایت آن کرده است. حقوق و تکالیف مهاجران در اسناد بین المللی، میثاق های بین المللی، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر پیش بینی شده است. مهاجر همانطوری که در یک کشور هجرت میکنه تکالیف داره که باید قوانین داخلی همون کشور را رعایت بکند و در امور داخلی کشور محل اقامت و سکونت خود مداخله نداشته باشد. از یک سری حقوق و امتیازات هم برخوردار است. افغانستان از جمله چند کشور است که بیشترین مهاجر در سطح دنیا دارد که بیشتر آن در کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان زندگی می کنند. حکومت افغانستان همواره از کشورهای میزبان خواسته که طبق قوانین بین المللی با مهاجرین افغان رفتار نرم و مناسب داشته باشند. گذرگاه سالنگ که به دلیل برف باری و طوفان شدید بر روی ترافیک مسدود شده بود، پس از حدود 7 ساعت مسدود بودن دوباره بازگشایی شد. سخنگوی وزارت فواید عامه میگوید در حال حاضر تردد وسایل نقلیه در این شاهراه به گونه عادی جریان دارد. آن طرف رانندگان مسیر سالنگ از مسئولان وزارت فواید عامه میخواهند که در صورت مسدود شدن دوباره این شاهراه در اسرع وقت به بازگشایی این مسیر اقدام کنند. گذرگاه سالنگ از شاهراهای دشوار گذر و در عین حال حیاتی که در کنار اتصال ولایت های شمال به پایتخت مسیر ترانزیت و اتصال افغانستان به چندین کشور همسایه نیز به شمار می رود. این شاهراه اما در فصل زمستان بعضاً به دلیل برفباری و طوفان بروی ترافیک مسدود می شود. مثل دیروز که شاهراه سالنگ بروی ترافیک مسدود شده بود و پس از حدود 7 ساعت دیشب دوباره بازگشایی شد.
شورای سالنگ ها دیروز جمعه در اثر برفباری طوفان شدید و محدودیت ساحلی دید برای ترافیک در چند ساعت محدود توسط پرسنل ریاست حفظ مراقبت سالنگ ها مسدود گردید که با تلاش های پرسنل ریاست حفظ مراقبت سالنگ ها پاکاری ساحات صعب العبور دوباره شورا ساعت های 7:30 شام برای ترافیک دوباره باز گردید. فعلا تردد از مسیر فرعی این شورا برای وسایط مسافربری خرد و بزرگ دو طرفه باز است. هموطنان عزیز ما می توانند از این مسیر رفت آمد نمایند. آن طرف رانندگان مسیر سالنگ می گویند محدود شدن این شاهراه چالش های زیادی را برای آنان و مسافران ایجاد می کند. آنان از مسئولان وزارت فواید عامه می خواهند تا در صورت محدود شدن دوباره این شاهراه در اسرع وقت با وسایط و تجهیزاتی از قبل آماده شده به بازگشایی این مسیر اقدام کنند. خیلی مشکل پیش می شود بخاطر طفل است یا سر است. مردم با مشکل بر می خوره. ای که باید پیش از این که بارندگی شود باید دلیورا را خبر بده که نبین را را بند کنن از ایسو از ملخان بند کنن او طرف از اولنگ بند کنن نمونه موترا را کسی زایه نشه یا با کدام مشکل کلام بر نخوره طوفان است سالنگ است باید 24 ساعت مجهز باشن با تمام وسایلشان. دمروی مسیر از دیگه بلغ دیگه مریض می باشه یا جنازه می باشه دیگه مردم اونجا یخ میزنن خود این مسیر قایقار باشه که پاک کنن را ریلا بسازن. از سوی دیگر سخنگوی وزارت فواید عامه از ادامه کار ترمیم و بازسازی شاهراه سالنگ خبر داده میگوید که کار در 10 گالری و بخش خنجان الی دوشه ولایت بغلان ادامه دارد. قابل ذکر است که کار ترمیم و بازسازی اساسی شاهراه سالنگ ها در 3 بخش از سوی وزارت فواید عامه امسال آغاز گردیده است و کار عملا در 10 گالری و بخش خنجان لادوشی جریان دارد. با این همه پس از بازگشایی گذرگاه سالنگ وزارت فواید عامه از تمامی رانندگان خواسته تا در صورت عبور و مرور از این شاهراه چین و سایر تجهیزات زمستانی با خود داشته باشند و از احتیاط کامل کار بگیرند. باشندگان ولایت بامیان از بهای بلند مواد گرمایشی شکایت دارند. آنان میگویند به دلیل نرخ بالای مواد گرمایشی توانایی خرید و تهیه آن را ندارند تا خانه هایشان را گرم سازند. آن طرف مسئولان ریاست صنعت و تجارت بامیان از تلاش ها برای کاهش نرخ مواد گرمایشی در فصل زمستان خبر میدهند. بامیان ولایت سردسیری که قرار است تا 2 روز دیگر دمای هوا تا منفی 6 درجه سانتیگراد افزایش یابد. اینجا باشندگان این ولایت با شکایت از بهای بلند زغال سنگ میگویند مشکلات اقتصادی توان خرید را از آنان گرفته و حکومت باید در زمینه کاهش نرخ مواد گرمایشی توجه کند. از اقتصاد مردم ضعیف است واقعا می اصلا توان همی اونطور اگر بگویید توانش نداره که مثلا تونی 9000 یا 8000 یا بخره. دولت باید زغال شاروالی رو بیاره برای مردم ارزان توزیع کنه که بخاطر اقتصاد مردم ضعیف است، مردم بیکار است، اقتصاد نداره. در حال حاضر 1 تن زغال سنگ در این ولایت نزدیک به 10000 افغانی و 1 سرچوب 100 افغانی خرید و فروش می شود. زغال بلخواز بیادر سودا میکنیم، زغال کنده 9700 اما بای واجبی آخرش. زغال طال برفک از سودا میکنیم 8000. زغال بلخوا از جغلش شاید ببینن این زغال است سودا میکنیم 8500. در 1 سرچوب گاه بود 50-60 روپیه، این سال شده 100 روپیه 90 روپیه پایین نمیده. مثال مرموم در مشکله. با این حال مسئولان ریاست صنعت و تجارت بامیان میگویند در تلاشند تا با بازرگانان مواد گرمایشی در زمینه کاهش نرخ ها گفتگو کنند. تاجرایی که مسئولیت وارد کردن عمده زغال و چوب به دوش دارند صحبت بکنیم که قیمت مناسبی را جهت فروش زغال اونا در نظر بگیرند تا بتانیم کمک کرده باشیم به هموطنان ما که نیاز به خرید زغال دارند و خانه هایشان با استفاده از زغال و چوب گرم شد. بامیان از جمله ولایات سردسیر کشور است که در زمستان‌های گذشته حکومت زغال سنگ دولتی را با نرخ نسبتاً پایین به بازار عرضه می‌کرد. امسال اما تا هنوز اقدامی در این زمینه انجام نشده.
شماری از صنعتکاران پوستین دوزی در ولایت غزنی از رکود بازار و عدم حمایت دولت از این صنعت ابراز نگرانی می کنند. آنان می گویند صنعت پوستین دوزی که هنر اصیل و دستساز مردم غزنی است در حال حاضر در وضعیت سقوط قرار دارند. با این حال مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ غزنی با تاکید بر حمایت از تولیدات و صنایع داخلی وعده حمایت از این صنعت را دادند. پوستین دوزی صنعتی که هنر دستساز مردم غزنی است و از دیرباز در شهر غزنی رونق داشته است. عبدالودود 56 ساله که حدود 35 سال در این صنعت کار کرده میگوید صنعت پوستین دوزی روزگاری مهمترین منابع درآمد مردم این شهر بود و هزاران خانواده از این طریق مخارجشان را تأمین میکردند. در حال حاضر اما تنها یک دکان باقی مانده که بازار کار آن نیز رو به رکود است. پوستین دوزی خود سابق 500 دکان در شهر غزنی بود، تقریبا دست 10,000 نفر در کار بود. حال فعلا اینم یک ما موندیم، شرایط جنگی که شد پای خارجی ازیجه گرفته شد و مثلا تجارت حساب خارجی نشد، یعنی شورت بین المللی دارد در جهان. او میگوید اگر حکومت از این صنعت حمایت کند صنعت پوستین دوزی در غزنی دوباره رونق خواهد گرفت و برای صدها تن زمینه کار فراهم خواهد شد. پوستین یکی از قدیمی ترین شکل‌های لباس است که از حیوانات پشمدار مثل گوسفند ساخته شده و از آن در زمستان استفاده می‌شود. باشندگان غزنی که از پوستین استفاده می‌کنند، آن را یکی از بهترین پوشاک زمستانی می‌خوانند. چه دا سنت باید پیوړی سی، رشد ورکړل سی، چې هم د موږ په اقتصاد باندې تاثیر لري او هم دا یو ډیر با کیفیت جنس ده چې هیوادوال له دې څخه استفاده وکړي. یعنی که موږ وګورو هغه جنسونه چې له چین څخه راځي یا له نورو هیوادو څخه راځي، هغه ډیر په ټیټ کیفیت باندې راځي، دومره با ارزښت جنس نه لري، نه دومره با کیفیت جوړ شوی وي. غوښتنه مې دا ده چې دا سنت ته پیاوړتیا ورکړل سي، دا حمایه سي، دې ته بازاریابي پیدا سي. مسئولان محلی غزنی می گویند که از تمامی صنعتکاران به شمول صنعت پوستین دوزی حمایت خواهند کرد. خلق باندی له طریق دی تلکتور چخه دا خواهش کوم او دا غوښتنه له تجارانو ورونه کوم چې دا باید دی واخلی په زمون کې له خارج چخه دی شی راوړي او هغه دی توغه په مخته ګور کوي دی خپل افغانستان تجاران ورونه باید دغه دکانو او د متشدد کلتور ته باید دی وده ورکړي. صنعتکاران پوستین دوزی میگویند اگر دولت از این صنعت حمایت کند این صنعت دوباره احیا شده و رونق قدیمی خود را باز خواهد یافت. و حالا هم پیش بینی وضعیت آب و هوای فردا. کابل آفتابی 10-0، بامیان نیمه ابری 4-6، جلال آباد آفتابی 28، غزنی آفتابی 9-3، قندهار آفتابی 24. کندز بارانی 10-3، لشکرگاه آفتابی 21، مزار شریف ابری 10-3، نیلی نیمه ابری 8-2، هرات آفتابی 11-2. اسلام آباد نیمه ابری 23-11، تهران آفتابی 10-2، دبی آفتابی 27-21، دهلی آفتابی 26-13 و مکه نیمه ابری 31-19. در پایان مرور دوباره به سرخط مهمترین خبرها. دیدار و گفتگوی سفیر افغانستان در ابوظبی با رئیس امارات متحده عربی بدرالدین حقانی خواهان انتقال زندانیان افغان از امارات به کشور شد. دغه ناسته کې محترم حقانی صاحب د امارات او د دولت رئیس په اماراتو کې د افغان بندیانو در انتقال متحده عربی اماراتو ته د تلونکو افغانانو د ویزو په چارو کې د زیادت او تسهیل.
و بازگشایی شاهراه سالنگ پس از 7 ساعت بسته بودن برای ترافیک. وزارت فواید عامه از رانندگان خواست هنگام عبور از سالنگ جانب احتیاط را رعایت کنند. فعلا تردد از مسیر فرعی این شاهراه برای وسایط مسافربری خرد و بزرگ دو طرفه باز است. هموطنان عزیز ما می توانند از این مسیر رفت آمد نمایند. بیننده های عزیز، این بسته خبری این ساعت بود که تقدیم حضور شما کردید. وقت بخیر.